مشهدی؟ این تراک کمپر خیلی جالبه، ماشین نداره. یعنی اتاق آوردن برای شما نمایش گذاشتن. این که میگن رو زمین میذارن بدون ماشین، این ساختار رو داره. این قسمت پایین میره تو لگن، تمام اتصالات رو خودشه و فقط شما میتونید بذارید داخل وانتی که دارید، تراکی که دارید و برید سفر. حالا بریم داخل. یا الله ببینیم این داخل چی داره با اجازه. خب این قسمت یه خواب بسیار بزرگ، یخچال، آشپزخونه، یه نشیمن یو و اینم سرویس. بریم یه ویو ابدی ببینیم. سلام علیکم. از اینجا باید بریم این قسمت، این چشمنداز رو بگیریم و برسیم به یه کمپردار. چطوری آقا، خوبی؟ من دارم لایو میگیرم، پیجتون رو بگو با اینکه تمام فالوورای من میشناسن. عزیزمی رادیو کمپر، رادیو کمپر. آقا حسینی ماشینت کو؟ ماشینم پر. با چی آوردی اینو؟ با ماشین دوستان، هر ماشینی میشه اینو آورد. به 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 به، ببینید چه سایبون بزرگی، هم بالا داره هم پایین، هم فضایی که شما بتونید کامل بده. یه ون فاب بیرون یه سایبون گذاشته، بالا قسمت جلو این پنل خورشیدی هست، قسمت عقب یه خواب بازشو به انتها هست. نکته جذابی که صاحبش میگه، میگه پروژکترامه. حالا بریم داخل چی داره. همین ورودی موتور برق، این کپسول آتش نشانی جالبه. ببینید دو تا اینجا داره، یه دونه دیگه هم هست که توضیح میدم. یه باز بخاری ژاپنی، یخچال، بغل یخچال یه سوپرمارکت گذاشته، بالا یه کشوی دیگه است و این پنکه جالب 12 ولت رو ببینید. تخت خواب، این زیرم کامل انباریه. حالا نکته مهم اینه که این فضا مورد استفادهشون بوده، دو نفرن، برای این که بخوان توسعهش بدن ماشین رو عوض نکردن، یه دونه تریلر، یه ریموک اضافه کردن و کلی چیزای خوبی که لازم دارن و گاز مدلای مختلف، سینک به این بزرگی، مخزن آبش اینجاست، خیلی راحت، نه پمپ میخواد، تو ارتفاع گذاشته آب شور بشه، اینم که واسه تخلیه سینکشه، جکو زده که این ریموک تکون نخوره، از فضاها بهترین استفاده رو انجام داده. و داخل رو توالتش هست، اینو ببینید مال کولره، برای اینکه حالا نشتی نداشته باشه از این استفاده کرده به عنوان زیردوشی و فضای توالت و حمامش. شیلنگا رو ببینید، هر وسیله‌ای که لازم داره، مخازن و آب، و این سقف که پاپ هست جمع میشه بسته میشه و ارتفاعش خیلی میاد پایین، از خود ماشین هم میاد پایین تر که بتونه باهاش راحت تردد بکنه. اینم اتصالاتش رو ببینید. اینجا قسمت جلو هم دسترسی داره به جلوی ریموک، از انتهام که دیدید چی گذاشته بود، لوازم آب و مخازنش بود. اینا هم همه جالبه، اینا همه باکس هستن. باکس رو باز کنید. این قسمت بالا یه جای خواب هست که به سمت عقب باز میشه، یعنی به جلو نیست. این نردبون میاد برای ورودی جای خوابش هست. اینا مخزن سوخت اضافه. ون فاب. یه ون تویتا هایس بیرون فضای میسندلیشو گذاشته. بریم داخل. همین ورودی قفل رو ببینید، یه قفل معمولی هست واسه جا کفشی. اینجا یه ورودی نشیمنش هست که با زیر اینا باکس گذاشته، میز نهارخوری، صندلی دو نفره رو به جلو استاندارد، برق کمپر، پنکه کنترل شارژش هست و این خیلی جذابه، گلدونی که همراهشه. کابینت های آشپزخونه و کمد ها رو ببینید، گاز معمولی گذاشته، سینک معمولی، یخچال، زیر تختش سه تا کشو در آورده و اینم فضای تخت.
باز یه گل زیبای دیگه اینجاست. این اگر اشتباه نکنم دیمریه که واسه پنکه گذاشته، بله، که دورش رو میتونه کم و زیاد بکنه، قابل کنترل هست. ببینیم سرویسش چجوریه. دوش و سیستم توالت که از همین توالت های معمولی گذاشته، اتصالش هم وصل کرده پایین. این شیر رو گفتم میبندن زمان حرکت که بو و گاز متساعد نشه. قسمت بیرون طبقه بندی جالب رو ببینید، این طبقه بندی و این آبگرم کن گازی. این میز تاشو هست، اینم داخلش که میتونی وقتی روی تخت نشستی این در رو بدی بیرون و رو به چشمنداز بتونی ازش استفاده کنی. خب این یه ون جک هست، از همین بیرون بخوایم توضیح بدیم یه سایبون گذاشته. اصطلاحا این سایبون ها فول باکس مغازه‌ایه که جمع میشه و داخل یه محفظه‌ای داره فلزی، یه مقدار سنگینه ولی خب خیلی ها از این استفاده میکنن چون سایبون های کمپری واقعا گرونه. جلوی پله برقی داره، از همینجا شروع کنیم. سیستم در واقع کنترل و بخاری هست، کلیداش. صندلی رو گردون کرده برای اینکه فضا بزرگتر باشه. کابین راننده، یه میز این پایه رو داره، جمع میشه میز تو اون انتها و فضای جلوی این دو نفری که بخوام بشینن راحته. یه تلویزیون بالا، کمدهاش رو ببینید، کابینت و فضای آشپزخونه‌اش، اجاق گازی که معمولیه و اون پنکه‌ای که انتها گذاشته. پایین هم که کمدهای آشپزخونه‌اش رو دارید میبینید، بالا هم از همین جلو کابینت کرده. بریم جای خوابش رو ببینیم. خواب برای دو نفر، روشویی، یه کمد زیرش گذاشته، توالت از این خورد کنداراست، یه آبگرم کن معمولی بوتان و برای اینکه فضا رو بتونه کامل استفاده بکنه در رو کشویی بذاشت. آره این در فضای کمتری میتونه بگیره. یه دونم سانروف هواکش بالا گذاشته و تمام. اینم که دریچه بخاریش هست. علاوه بر این یخچال فریزرت کجاست؟ همونجا، همونو بزنید بکشه بیرون. این فریزرشه در واقع. اینم یه فریزر صندوقی و یه یخچالی که جداگونه گذاشته. فضای پشتش هم ببینید، زاپاس رو برده روی در. بالا یه کریر هم کننده واسه دو تا دوچرخه گذاشته، نردبونی که بخواد به سمت بالا بره و این مالبند که اگر بخواد حالا گاری هم رو خودش ببره یا تریلری، ریموکی، کاروانی. قسمت بالام که فضای باربندش رو میبینید، این قسمت کاملا جلوش خالی هست و اون قسمت پنلای خورشیدی شده. بیتای هایس، ماشین کوچیکه، جالبه. یه دونه اسکوتر همراهشون هست با همین که فضاش کوچیکه ها، و هر جایی بخوان دیگه برای خرید دم دستی با این میرن و این ون رو جابجا نمیکنن. میز و صندلی بیرون، استفاده از فضای بیرون. پله رو ببینید، یه پله ساده، آهن ربا گذاشته. این مگنت ها رو میبینید، اینجا دو تا مگنته، این میچسبه کامل. ورودی این نشیمن که خودش باز یه باکسه. این یه میز بازشو هست که بخواد استفاده کنه کنار آشپزخونه‌اش. ورودی اومده سینک رو در آورده، سینک خیلی بزرگی هم گذاشته به نسبت این ماشین. این آره اینجا میز نشیمنشونه، خیلی هم خوش سلیقه چیدن. یه باکس جلو گذاشته واسه راننده و شاگرد که تنقلاتو بخوان داشته باشن. میز غذاخوری هم باز داخلش ظرف و ظروف داره، بلند میشه. این میز در واقع بلند میشه که الان لیوان اینجا گذاشته. من یه لحظه ببینید، از کمترین فضاها بیشترین استفاده رو انجام میده. صندلی ادا که برای کودک الان میتونیم بازش کنیم. اینم یه صندلی ببینید، از کمترین فضا بهترین استفاده. این کابینت زیر سینک دو طبقه، کلی جا. اجاق گاز که با یه جدا کننده
فضا رو امن کرده یه و خدای نکرده اتفاق نیفته کشو کمد که این فکر کنم یخچالتونه درسته بخاری که از خود درست این کمد لباسه کمد هست این هم یخچال صندوقیشونه که دنبالش میگشتم و جای خواب اصلی با یه پنکه فضا رو خنک میکنن این کیفام جالب هست از سبک راحت حالا بریم داخل سرویس حمام دستشویش رو ببینیم توالت پورتابل گذاشته راحت برش میداره فضای دوش بزرگ میشه شیر دوش که این بالا میبنده و استفاده میکنه خب این یه ماشین دو کابین هست که پشتش یه کنوپیتور هست انباری لوازمه معمولا بالای اینا رو چادر سقفی میذارن این قسمت هم انبار هست ولی صاحب این ماشین یه کاروان دنبال خودش میاره یه تریلر این تریلر فابریکش این نبوده این قسمت الان میبینید یه پایه بهش اضافه شده محور اصلی که اتصال پیدا میکرده اینجا بوده یعنی در واقع ماشین میرفته داخل و یه تورای تقریبا این وسطای ماشین نقطه اتصال بوده و ماشین خیلی راحت میرفته عقب و فضای دور زدنش هم اون بالا بوده که گفتم نقطه اتصالشه ولی اینو بهش اضافه کردن حالا بریم ببینیم داخل چه امکاناتی داره اینا هم که ورودی دوش و ایناست احتمالاً برای دوش گرفتن پرکن آبش هست پنجره ها همه فابریک کمپریه و این دری که یه تیکه پشتش هست نردبون داره برای بالا فضای بسیار بزرگی داره سلام یه میز که این میز تخت شو هست این قسمتی که نشستن تبدیل به خواب میشه اون قسمت جلو آشپزخونش هست پله میخوره برای تخت بالا و این هم که سرویس حمام و دستشویشه اگر دو نفر اینجا نشسته باشن برای ورود شاید احساس بکنید که سخته اما سازنده فکر اینجا رو کرده این کاروان فرانسویه ببینید یه در داره تازه این در دو تیکه هست یعنی قسمت پایین جدا باز میشه برای اینکه اگر مثلا بچه داخل کاروان باشه یا ورود حیوانی اگر مثلا اون اطراف باشه این در رو میبندن در بالا رو باز میکنن اما یک تیکه میشه در کامل یخچالی که میبینید اصطلاحا یخچال گازیه که هم با برق 12 هم با برق 220 هم با گاز کار میکنه اجاق فابریک کمپری فضای سینکش اینا همه استاندارد مال خود کاروانی بودی که طراحی شده داخل سرویس شو ببینیم این دور میخوره فضای توالت اینم که فلاش تانکشه پنجره و اینجا که کمدای لباسشو گذاشته اینا رو من باز کنم ببینید داخل سرویس حمام اینم که شیر آب و دوش حالا بریم هر پلن برای خودش یک کشو شده ببینید تأسیسات رو اینجا گذاشته این باز یه دونه دیگه است اینورترش رو گذاشته از اینا میتونن هر استفاده ای رو داشته باشن این دیگه کشویی که فضای لوازمشون رو میذارن حالا از این پله ما بریم بالا از این پله میریم بالا و تخت خواب بزرگی داره برای دو نفر نورگیر سقف نورگیر طرفین و فضای کاملا لباس کامیونت ایسوزو که تبدیل شده به تراک کمپر این خود اتاقی که براش ساختن خیلی بزرگه بعد نیازهای اضافه شون رو توسط این گاری یا این ریموک این موتورسیکلت رو با خودشون میارن هر وسیله هم اضافه بخوان داشته باشن میتونن روی این بذارن حمل کنن بالا موتور کولر رو میبینید به سمت بالا هم نشیمن داره قشنگ میتونن برن یه در خروجی از انتها گذاشته حالا بریم داخل ببینیم چی داره همینجا سیستم برقش رو طراحی کرده دم دست اتاق فرمانش اصطلاحا یه نشیمن به صورت یو
که میتونن به عنوان تخت خواب استفاده بکنن، وصل میشه، کامل تخت میشه. نکته جالب این تاج بالای جلوی کابین راننده هست که کولر آبی گذاشته، تلویزیون، اینم که در واقع لمبی ماهواره است، دیششون بالاست. از اینجا هم راه داره به سمت بالا که فضای بالا رو ببینید. این سازه‌ای که اینجا می‌بینید باز تخت طبقه بالاست. بذارید از این طرف ببینیمش. نه اوکیه. ببینید این فضا، پتو و لوازم، کل این سلت باز میشه و کاملا اینجا تخت میشه. یعنی پایین فضای 3-4 نفر جای خواب، بالا هم فضای 3-4 نفر جای خواب. این طرف کمدای آشپزخونه شه، ماکروویو، بخاری گازی، پشتش هم یه دونه بخاری درجه و باتریاشو گذاشته. آره اینام که کمدای زیر آشپزخونه شه، اگر برق شهر گیرشون بیاد یا موتور برق داشته باشن این اجاق رو روشن میکنن، اجاق گاز، سینک خونگی بزرگ و اینجا هم که سرویس حموم دستشوییش خیلی بزرگ. وقتی ماشین بزرگ باشه باید هم این طراحی بزرگ باشه. این یه آب گرم کنه برقی داره، فلاش تانک. کجا جای قایق موتور؟ این پشت همون روی چیز؟ همونجا موتور قایقه، قایقش هم بالاست. اینجا هم ببینید کاملا، اینجا هم ببینید ماشین لباسشویی، یه کمد لباس اینجاست و یخچال فریزر دار که بزرگ هست، بالا هم اسپلیتو گذاشته. یه پنجره هم که اینجا دارید میبینید. آره اینم سیستم صوتی. حال سیستم صوتی اینجا، یک سیستم صوتی عقبه. آقا چرا اینقدر بزرگ ساختی؟ دیگه هرچی لازم داشتیم رو داریم دیگه. الان برای چند کولر... نفره؟ ما که خودمون دو نفریم، ولی خب دو تا کولر داریم، دو تا آب گرم کن داریم، دو تا همه هر چیز جنراتور، حتی دو تا داریم، یک بنزین داریم، یک دیزل داریم. وقتی تو بیابونیم که صدا زیاده، جنراتور دیزل رو روشن میکنیم، مصرفش سوختش کمه، ارزونه مخصوصا خارج کشور. بعد دیگه همه چیزمون رو به ما برق میده. آب گرم کن داریم، کولر داریم، ماشین لباسشویی داریم، اتو داریم، همزمان همه رو استفاده میکنیم، مشکلی هم نداریم. خب نیاز واقعا از همه چیز دوتا داشتن؟ نه بعضی خب برای ما یه وقت دوست نداریم که جا گیر کنی، سرمایه دوست داری کولر استفاده کنی، دوست داری بخاری استفاده کنی دیگه. ولی نه دیگه، هر کی هر چند الان دو تا شارژر دارم، یک شارژر 30 آمپر، یک شارژر 10 آمپر. خب ولی یک دفعه یک شارژر 10 آمپر خریدم، ازش استفاده کردم، بعد دیدم خوبه، 30 آمپریش بهتره، 30 آمپری خریدم دیگه، 10 آمپر ننداختم دور، از اونم استفاده میکنم. باتری جلوی ما با 10 آمپر شارژ میکنم، باتری ماشین اگر توقف دارم با جنراتور 30 آمپر شارژ میکنم. پس بهتره باید بگیم که شما به جای اینکه بری سفر میری جنگ، جنگ افزارت کامله، همه چیزا کامل. تا حالا جای گیر کردی؟ نه، حتی تو مسکو هم گیر نکردم که درجه حرارت خیلی سرد، 29 درجه بعضی وقتا من تو ارزرون 29 درجه زیر صفر مونده بودم، گاز ویلا یخ زده بود، منبع آب یخ زده بود، منبع گاز، حتی کپسول گاز یخ زده بود. اونجا یک بخاری آلمانی به ما رو نجات داد که بخاری آلمانی رو که روشن کردم، این بخاری آلمانی داخلی که گرم کرد، بعد گاز باز شد، کپسول گاز باز شد، بعد بخاری ژاپنی را افتاد، بعد بخاری ژاپنی را افتاد، ماشین گرم شد، ماشین گرم شد، استارت زدیم روشن شد و دیگه بقیه. یه نکته هم بگم در مورد کامیونت هایی که موتور داخل کابین هست، اتصال اتاق در واقع کمپر و به سمت کابین راننده، این فضا رو ایشون ایجاد کرده، کاملا عایق و میتونید از همینجا برید داخل کابین راننده. یه سواری ببینیم این ساینا داخلش چه امکاناتی گذاشته. فضای کابین رو کاملا جای تخت دو نفره کرده. ببینید از اینجا توجه میشید که این سازه به صورت لولاست، جمع میشه به عقب و صندلی هایی که اینجا الان این پایین صندلی بر میگرده، کابین به حالت قبلش هست برای دو نفر. آشپزخونه‌ش رو ببینیم، یه گاز پیکنیکی، اینم سینکشه که پمپو شما میزنید و آب میاد و جالب فضای تخلیهش زیر خودشه.
بغلم این مهمه، یه کپسول آتش نشون. زیر فضا کاملا انباریه که هر جا بخوان مثل همون میسندلی که بیرون دیدید استفاده میکنن. ها این کاورایی که گذاشتید واسه این که هم آفتاب نخوره. آره این الان داخلش پم داره که سرماگرما اذیت کننده نیستش. آها اینم جالبه، یه فوم که عایق شده به نوعی برای حالا بخاری یا کولر رو نیازتو کمتر میکنه. تشک برقی هم داری؟ نه هنوز. بریم یه تراک کمپر ببینیم، ماشین دو کابین. این قسمت توضیح دادم با این جک ها اتاق از ماشین به راحتی جدا میشه، مخزن خاکستری نداره، این سطل رو گذاشته، پله تاشو هست، ورودی این توری رو گذاشته. معمولا نقشه هاشون مثل همه. اینجا آشپزخونه رو میبینید، گاز ساختمونی اصطلاحاً، سینک معمولی، کابینت ها بالا، باز کابینت. سرویس رو ببینیم، این هم سرویس دوشش، یه پنجره بالای کابینت، یخچال با فریزر جداست، نشیمن که روبروی هم، این فضای پایین باز دوباره تخت میشه و خواب اصلی که اون بالاست، اسپیلت هم گذاشته. اون انتهام که یه پنجره بازشو رو به چشمنداز. یه وانت تویتا هایس، بریم ببینیم چه امکاناتی داخلش داره. پله اینجا، تخت خواب که زیر تخت همون انباری هستش و لوازمشه، یه تخت بسیار بزرگ. نکته جالب بهتون بگم، اون انتها بازشو رو به بالا هست، از بیرون هم حالا تصویرشو براتون میگیرم. بله اینجا سرویسش هست، همون دستشویشه. این قسمت سینک بزرگ با یه پنجره ساختمونی، خیلی حس جالبی داره، پنجره آهنی ساختمونی. و مقابلش اجاق، کابینت ها و یخچال. اینا در حال حرکت مشکلی پیدا نمیکنه؟ نه، این چون آمنیاکیه در حال حرکت بهتر کار میکنه و یه جوری هم نصب شده که نیفته. درسته؟ آمنیاکی رو ببینید از پشت، اینم شعله حرارتیه که این واسه بخاریتونه. بخاری در جایه، بخاری در جاتونه. بله، هوا رو از زیر میگیره، اینجا میسوزونه، از داخل لوله آلومینیومی. من فکر کردم آره به طرف بیرون. اینم استیل، با این فن گرما رو از بالا میزنه برای داخل. بخاریتون گازیه؟ گازه. آخه آمونی... با گازه، یخچالم با گازه. آخه آمونیاکی ها من دیدم یه اگزوز داره، این نداره؟ اگزوز کوچولو، شمکش خیلی کوچولو. نه میدونم، شمکشو نمیگم، اگزوزی داره برای همون تخلیه گازی که میسوزه. من یه لحظه فکر کردم این اونقدر ناچیزه اصلا. آها، حتی کابین هم چون شما هیچ وقت داخلش نیستید دیگه، تهویه داره این یخچال. اینم یه فن اینجا گذاشته. بله، که برای تهویه یخچال آمونیاکی. اتصالاتو ببینید، یخچالو به بدنه پیچ کرده. این فضای بیرون که گفتم، این در بازشو هست، این لوله ها رو میبینید کامل، این باز میشه رو به چشمنداز. یه سایبون هم که میتونه خود این دری که باز میشه تبدیل میشه به یه سایبون. این هم مخزن سیاه از شیر تخلیهش. بله، پنجره خواب. و چی میخواید دیگه؟ همین، یه تراک کمپر ساده. خب، فیات دوکاتو، کارتش مینیبوسه، پلاکش زرده و خیلی خاطرخواه خودش رو داره. فضای چوب کار کرده، نشیمنش، تخت خواب، پنکه دوقلو، آشپزخونه و این ذوق زیبای چیدن. اسپیلت ببینیم این داخل چه خبره. یک دو، زورم نمیرسه. چلا یه باکس، آه یه دوشه، در واقع یه پارچه دورم زده نایلون که اگر آب ریخت بتونه کنترلش کنه. چند وقت فیات دوکاتو رو دارید؟ چهار. قبل از این چی داشتید؟ تی فور.
بعد چی شد که عوضش کردید؟ یکم کوچک بود، سرویس نداشته، بخاطر سرویس بهداشتی عوض کرد. اگر بخواید یه عیب از فیات بگید، یه خوبی بگید، چی میگید عیبشو؟ فیات فقط جون میده برای جاده های اروپا. اگه میخوان تپه برن، نمیدونم بیراه برن، فیات اونایی که برن میخوان آلمان اروپا برن، فیات بخرن. بریم داخل یه فیات دوکاته دیگه. سلام. صندلی رو گردون کرده، فضای سفید بزرگ میکنه محوطه کار رو. اینجا یه اتاقه، خوابشون تختشون هست، سرویس یه آینه قدی جالب، این توالتی از این خورد کندراست، مایکروویو، یخچال با فریزر، و این نشیمنی که تخت خواب شو هست، یعنی کشویی میاد بیرون تا جلو برای فضای خواب. آقا رضا، چرا دوکاتو رو فروختی اومدی سراغ کاروان؟ والا مزایایی که کاروان داره به نظرم بهتر از دوکاتو اومد. دوکاتو البته خوبه، ولی چون اولا پلاکش قرمز بود یه خورده مشکلات قانونی داشت، بعدش هم مشکل لوازمو داشتیم، لوازمش یه خود کمیاب و میکانیکش کمه دیگه، اومدیم دوکاتور کاروانو گرفتیم. و الان از انتخابت راضی هستی؟ خیلی. با این سوزوکی ویتارا این کاروان حمل میشه، که الان بریم داخل ببینیم چه امکاناتی داره. از همین اول توضیح بدم، ببینید در دو تیکه است، یعنی تیکه پایین جدا بسته است. ببندید لطفاً. آها، اگر بچه کوچیکی باشه، اگر حیوانی دوره برای کمپتون باشه، میتونه داخل نیاد یا بیرون بره. و اینم که در بالا راحت. اینا سه نفرن با این پرنده. تخت خوابشو میبینید، میزشو، عوض میخوام، میز نشیمن که میره پایین و میشه تخت خواب. البته تخت خواب مهمونه. این بالا کمداشو میبینید، کابینتاش در واقع، یه لبه واسه یه سری لوازم، پرده ها. زیر این نشیمن باکسه؟ بله. اینو دو طرفش باکسه. خب اینجا چیه؟ بازش کنید. این اتاق تأسیساتمونه. چقدر هم بزرگ، یعنی آب گرم کنم. آره. اینورتر و یخچال فریزر صندوقیتونه. اون زیرم که باتری هست. این یکی چیه؟ اینم کمد لباس. کمد لباس آویز. خب آشپزخونه، یه فضای بزرگ، پایینش همه کمد، بالا کابینت و سینک و گازش هم معمولیه. اینجا رو ببینید. اینجا لازم روشن. نه دیده میشه. آها اونجا چراغ داره. خب یه نشیم خوابش. این که این محل نشیمن هم میشه یا تخت خوابه؟ نه این دیگه اتاق خوابه. اتاق خواب. درم داره. آها. بسته شد کامل. سرویسش؟ این ساخت داخل این کاروان؟ این در اصل آلمانیه، منتهاش تقریبا همسن خودمه، زیاد مال 69، یعنی 50 سال پیشه. بعد منتهاش چون تو بارندگی و برف و بارو اینا یه جا خوابیده بود دیگه، داخل و اتاق و اینا همه پوسیده بود. این تو رو حتی مرغونی بوده، چون من بازسازی که میکردم خیلی علائمش بود دیگه. داخل رو کلن بازسازی کردیم دیگه، یعنی فقط تنها چیزی که فابریک مونده یکی این دره، این دره و این کابینت ها، بقیه چیزا بازسازی شد. یه سختی با کاروان بگو، یه عیبش رو بگو، یه حسنش رو بگو. حسنش اینه که میبینین دیگه، ما اینجا روزایی که بارون میاد حتی دوستارم دعوت میکنیم اینجا میشینیم تو پذیرایی. تا 10 نفر ما اینجا پذیرایی شدیم، پذیرایی کردیم. بعد سختیش هم فقط تو جاده، یه خورده محدودیت سرعت داریم و تو گردنه ها یه خورده دیگه باید حوصله داشته باشیم دیگه. سختی دیگه نداره، نه لوازم یدکی میخواد، نه خیلی چیز پیچیده که خراب بشه.
راحتیم. ماشین جلوییمونم که علی رغم برعکس دوکاتو، خب ماشین ایرانیه، مونتاژ ایرانه و خیلی راحت همه جا وسایلش هست و راحت سفر میکنیم، خیالمونم راحته.